بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رب الارض ورب السما خلق ادم وعلمه الاسماء و واسجد له و واسكنه الجنة دار البقا فحبته الى دار القرار و دار ابتلا با عرض سلام و درود خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی آریانا همراهان همیشه گیه برنامه قصه های قرآن شما را دوباره دو به برنامه خورتان خوش آمد میگم امید دارای صحت و عافیت کامل باشین و روزهای مبارک ماه رمضان را به خوبی و خوشی و سلامتی در کنون گرم خانه و رهایتان بگذرانین خوشحال هستم از اینکه که احمد خیام صادقی در کنار دخترها و پسران نازنین با یک, با یک قصه قرآنی دیگر دوباره خدمت شما قرار داریم امیدوار هستم که قصه های ما برای شما مفید واقع شده باشه قبل از شروع قصه دخترا و پسران نازنین به سیدیوی قصه های قرآن خوش میگم امیدوار هستم دارای صحت تا آفیت کامل باشن خوب هستین پسرا و دخترا؟ بله آماده هستین که بخیر قصه خود را آغاز بکنیم؟ بله قصه که قرار است امروز در اون مورد بحث بکنیم قصه حضرت ابراهیم خلیل هست اما پیش از آغاز قصه ما میریم تلاوت تلاوات قرآن کریم را آيات مرتبط به قصه امروزی ما را به صدای زیبای محترم قاري صاحب عبدالکبیر حیدری مش و دوباره برمی گردیم قصه خود را شروع میکنیم فعلا شما و تلاوت به صدای استاد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة اني اراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين صدق الله العلي العظيم بینندگان عزیز شما را خوش آمد میگم با برنامه قصه های قرآن بیا اینکه که به همراه یک دیگه شروع بکنیم قصه قرآنی خود ما را قصه که قرار است امروز اونم برای شما و بر بینندگان عزیز بیان بکنم قصه حضرت ابراهیم علیه السلام است یک پیامبر اولو لعزم در قسمت های قبل ما پیامبر اولوالعزم را براتان گفتم که اولین پیامبر اولوالعزم کی بود حضرت نوح علیه السلام بود دومین پیامبر اولوالعزم حضرت ابراهیم علیه السلام است حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر بسیار با عزت و با یک جایگاه بسیار بلند هست در نزد مسلمانان و تمام امت‌هایی که یک تا پرست بودن حضرت ابراهیم علیه السلام در سرزمین بنام بابل متولد میشه مردم بابل میدونن چه قسم مردمانه بودن مردمان بودن که در سروت و در رفاه و آسایش زندگی میکردن اما آهست آهسته ای سروت و ای رفاه و ای آسایش اینا را کم کم به توسط و وسوسه های شیطان گمراه میسازد چه قسم گمراه میسازد؟ در میان از اینا چند فرد خوب و صالح بود که اینا به دین خداوند دعوت می کرد. بعد از فوت از اینا اینا گفتن ای افراد سالح و دیگر وفات کرده ما چیکار بیاین که بکنیم میا می، ما میاییم مجسم از اینا را می سازیم از اینا را می سازیم و بجای خودشان میریم پیش بط هایشان آهسته ای بت ساختن اقدر تقدس پیدا کرد اقدر یعنی جایگاه بالا را گرفت اقدر مردم را فریب داد تا که مردم فکر کردند که همین مجسمه ها دیگه چی هستند خدای ما هستن اینا مجسمه ها را میتراشیدند و اونا را دوباره عبادت می کردن در میان از اینها یک در میان از اینها یک بود تراش یا یک مجسمه تراش بسیار بسیار ماهر و بسیار فهمیده بود به نام آزر در خانه آزر یک فرزند متولد میشه به نام ابراهیم البته پدر حضرت ابراهیم علیه السلام ما طبق بعض از روایات داریم که میگن تارخ بود و آزر پدرشان نبود بعضی از روایات هم میگن که نه آزر پدرشان بود اما بعضی ها میگن که نه خیر آزر پدرش نه بلکه تارخ پدرش بود و آزر کسی بود که سرپرستی حضرت ابراهیم علیه السلام را بر عهده داشت آزر بسیار یک بطراش ماهر بود یک کسی بود که بسیار بتها ها و مجسم های زیبا زیبا میساخت بسیار مجسمه های می ساخت که تمام مردم در حیرت میافتادند بسیار زیبا و مجسمه می تراشید حضرت ابراهیم علیه السلام آهسته آهسته بزرگ میشه تا اینکه که یک روز در سنین جوانی البته یک روز در بین شهر می میبینه که بطها ایستاده هستن و مردم میره در پیش از اونها سجده میکنه و اونها را عبادت می کنه به همراه خود فکر کرد گفت امی بود سجده از ای آدم را میبینه که در پیش روش سجده میکنه دعای از ای آدم را مشنوه که از او هر چیز میخواه بعضی آدم کدام نف و ضرر رسونده میتونه که از اون نف و ضرر میخواه ای که ای سوالات در ذهن حضرت ابراهیم علیه السلام چی جواب میگره و ادامه قصه ما را الله بعد از یک وقفه کوتاه خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز بیان میکنیم فعلا یک رفت و برگشت کوتاه داریم دوباره ادامه قصه زیبای حضرت ابراهیم علیه السلام را فراموش نکنیم بینندگان عزیز دوباره خوش آمدین به برنامه قصه های قرآن عزیزان که تازه با برنامه با پیوستن هم سلام و احترام من را پذیرا باشن ناگفتن اما که لطفا صفحات مجازی شبکه جهانی آریانا را چینل یوتیوب آریانا چینل یوتیوب قصه های قرآن را هم دنبال بکنین نظریات نیکتان را با ما شریک بسازین و تمام قسمت های برنامه قصه های قرآن را میتونید در مشاهده بکنید خب دخترها و پسرای نازنین گفتیم حضرت ابراهیم علیه السلام این سوالات را از خود میپرسه که آیا قادر هستند که این مجسمه ها ای ها صدا را بشنوند ببینند قدرت داشته باشند که کس را زنده بکنند را از بین ببرند اصلا گفت قدرت ندارند در همین وقت پادشاه بابل به نام نمرود یک پادشاه بود در بابل که مردم بابل را اداره کرد و نامش چی بود؟ نامش بود نمرود نمرود وقتی که دید خواله از این کرده و گفت من بهتر هستم من خو هم صدا را هم چشمای میبینم، هم قدرت دارم، هم پول پیسه و ثروت دارم بیا گفت مام دعوای خدایی میکنم من گفت از این بطه چی کم دارم، خب من دعوای خدایی میکنم میگم من خدای شما هستم آمد دعوای خدایی کرد تماما مردم را در یک مکان بزرگ جمع کرد و گفت ای مردم بعد از این همه قسم که ای بوتها را می اونم قسم مرا هم می پرسین. و نعوذ بالله گفت من خدای شما هستم اینجا بود که مردم بعض آیش از ترس جانشان خالا اگه ما بگویم که نمرود تو خدا نیستی نمرود ما را میکشه بعضا بخاطر پول و پیسه و ثروت و دارایی بعضه های دیگه هم بخاطر از اینکه که میخواستن یک جایگاه بسیار بالای یک مقام یک منصب در پیش نمرود پیدا بکنن اصلا صدایشان بلند نکردن گفتن درست از نمرود خدا هست تا اینکه که حسد ابراهیم علیه السلام وحی الهی بالایش نازل میشه و میگه ای ابراهیم تو وظیفه داری که این مردم بابل را چیکار بکنی؟ هدایت بکنی حضرت ابراهیم علیه السلام هم میگه درست است و خداوند را مشناسه میفهمه که خداوند یک خداوند است خدای واحد و خدای لا شریک است خدای هست که هیچ شریک و هیچ مثل و هیچ مانند نداره خدای هست که تمام دنیا انسان ها حیوان ها فرشته ملائکه زمین آسمان تمام شکی خلق کرده خداوند خلق کرده خالق تمام از اینها است بعد از این در دل حضرت ابراهیم علیه السلام کم شک به وجود میه شک هم نه اما میخواست یقین خود را کامل بکنه میخواست اطمینان قلبی خود را به دست بیاره برای خداوند گفت ای خدایا زنده شدن بعد از مرگ درست است که حق است خودت گفتی ما قبول دارم که حق است امر تو را ما قبول دارم اما بخاطر از اینکه قلب ما آرامش پیدا کنه آیا نشان میتی بر ما که چه قسم مرده ها را زنده می سازی گفت اره نی تو تحی الله الموت گفت ترجمهش که خداوند چطور مردگان را زنده می سازه الله مطال چطور زنده می سازه مردگان را خداوند مطال برج گفت ای ابراهیم مگر ایمان نداری قال اولم تؤمن ای ایمان نداری گفت بله بلا ولکن ان قلبی با خاطر از اینکه قلب آرامش پیدا کنه ترجمیش که به خاطر از اینکه قلب ما آرامش پیدا کنه وگر نه من ایمان دارم به زنده شدن بعد از مرگ اما به خاطر از اینکه دیگر قلبم آرامش پیدا کنه و این سوال در ذهن من نباشه خدا توی بر من نشان بده قرآن مطال گفت چهار پرنده را بگی چهار پرنده را گرفت گفت اینها را از بین ببرد از بین برد گفت با هم مخلوطشان بکو مخلوط کرد گفت یک مقدار یک کم از همی پرنده ها را بالای یک و کم دیگه از همی مخلوطشان بالای دیگه کو کم دیگه شا بالای دیگه کو و کم دیگه شان بالای دیگه کو همی پرنده را چهار تقسیم کو یک مقدارش بالای یک کو و بالای چهار کو تقسیمشان بکو گفت درست است حضرت ابراهیم علیه السلام هم همین کار را کرد وقتی که این کار را کرد خداوند برایش گفت حال به امر ما نام ما بگی و بیبی که اینا چه قسم زنده میشه وقتی که اسم پروردگار را گرفت دید که تمام پرنده ها آمدن و مو اجزای یکی دیگر را پیدا کردن دوباره پرواز کردن او بود که حضرت ابراهیم علیه السلام با آرامش قلبی دست پیدا بعد از او آمد آذر رحمی ولیش در سرپرستش را, سر را بنابر قول پدرش را بنابر قول کاکایش را بالای ازی در قرآن کریم درست است که لعبیه گفته اما بعضا ها میگن که در ایجا به معنای سرپرست ذکر شده و امکان داره آذر کاکایش باشه یا جدش باشه در این روایت متفق القول نداره میگه ای آذر تو بیا دیگر بطاره نتراش بیا خداوند را عبادت بکو خدای متعال را عبادت بکو کار بکو که در آخرت بر تو یک سمره باشه تو چرا ای بوتا را سازی و دیگه مردم هم کت خودت گمراه میکنی آزر دین شد و حضرت ابراهیم نگفت تو باید از این عقیده خرافی خودت دست بکشی اگر نگفت من از تو روی برمیگردانم تو را از خانه خود بیرون می کنم اما با وجود آن هم که آذر به حضرت ابراهیم علیه السلام بد رویه کرد حضرت ابراهیم به دلیل از اینکه سرپرستش بود هیچ وقت به همراه آذر رفتار بد نکرد به او حرف بد نزد تا ای که یک روز حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم میگیره که دعوت خودش را آیست علنی بکنه میره به مردم آیست میگه پاره میگه میگه ای مردم شما که پیش ازی بود سجده میکنین این بود سجده شما نمیبینه مردم فکر میکنن که براستی اولی خود چشم نداره خود زنده نیست میبینه ای براستی سجده ما باز میگه که خود امکان نداره دعای تا نکه میکنن که نوز و بلا میگن ای بوت بر ما اینی چیز بته ای دعای شما را مشنوه باز هم میگن خود گوش نداره که بشنوه خود زنده نیست که بشنوه باز چپ میمانن نگه شما وقتی که از ای یک چیز میخونی قدرت داره که امیده برای شما بته است تفکر فرومینن کلی خون تو یک جای استاده است خود جان نداره چطور میتونه که بر ما چیز بده چطور میتونه که ما را از بین ببره زنده بسازه اما باز هم لجاجت میکنن میگن نه این خدای ماست پدرای ما این پرستش کنه ما می نمی پرستش میکنیم تا که مردم بابل آیسا آیسا میفهمند که حضرت ابراهیم علیه السلام یک تا پرست است حضرت ابراهیم تصمیم میگره میگه من باید در یک واقعه علنی این نشان بتون به با مردم بابل که به واقعه ها بسیار زیاد آجز هستن منتظر یک فرصت بود تا که در سال یک بار مردم بابل یک اید داشتن ای ایدشان را از شهر بیرون می رفتن. در بیرون در دشت ها و کوه سرسبز ایدشان را تجیل می کردن و دوباره می آمدن. هنگام دیگه همین اید فرا رسید اید آمد مردم همشان دیگه تدارکات رفتن به بیرون گرفتن آمادگی هایشان گرفتن دیگه که از شهر برن بیرون در کوههای ام... کوهای سرسبز و امو دشت های سرسبز اینا ایدخشان را تجلیل بکنند همه مردم بابل رفت هنگام کامدن گفتن ای ابراهیم بیا دیگه تام که بریم در جشن گفت ما بسیار زیاد مریض هستم ما که شما آمده نمیتونم مردم ترسید گفت اگه ابراهیم مریض است نکنه که مریضی ازی ساری باشه ما را بگیره گفت باش تو دمی شهر باش ما میریم مردم شهر برآمدن در شهر فقط حضرت ابراهیم علیه السلام ماند وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام اطمینان حاصل کرد که شهر خالی از شده نشده تبر خود را برداشت رفت به سمت بتکده از اینها به سمت معبد از اینها در را باز کرد و تمام بتهای از اینها را تکه تکه کرد الا بت کلان مگم بت کلان را غرض نگره تبر را به سر شانش زد همه قسم مال و خورش رفت هنگامی که مردم بابل آمدن دیدن که های زیاد خوزنن مردم تکه تکه کردن همشان به چیق و فریاد شیشتن که خدایان ما را از بین بردن خدایان ما را تکه تکه کردن ای کار ای کی بوده ای کاری کی بوده تا که رسید خبر پیشه نمرود گفتن هی نمرود نعوذ بالله ای خدای ما اینی خدایان دیگر ما را خواستند به اینی آل روز انداختند تکه تکه کردند مگم یک مجسمه کلان یا بوت کلان یا خدای کلان ما نعوذ بالله جور است ادامه این قصه را در بخش بعدی بر شما بیان میکنم به امروی اندرس ها و در بخش پرسش و پاسخ انشاءالله هم خدمت شما هم خدمت بینگان عزیز دوباره برمیگردیم میکردیم فیلن یک رفت برگشت کتا دونیم دوباره با برنامه خودتان همراه باشید بینندگان عزیز به بخش پرسش و پاسخ برنامه قصه های قرآن شما را خوش آمد میگم خیلی کوتا به ادامه قصه خود اشاره میکنیم و باز ادامه و مراحل بعدی زندگانی حضرت ابراهیم علیه السلام در قسمت بعد هم خدمت شما هر خدمت دختران و پسران عزیز بیان حضرت ابراهیم علیه السلام با تا را شکست وقتی که مردم آمدن و به نمرود گفتند که ای نمرود با تا ما را شکستن نمرود برایشان گفت به نظر شما این کارکی کرده میتونه یکی از اونا بلند شد گفت قالو انا سمعنا فتا برش نمرود گفت ترجمه شی است که گفت من یک جوان را مشناسم شنیدیم که یک جوان در بابل هست که اسم از او ابراهیم هست و او خدایان ما را قبول نداره شاید ابراهیمی کار را کرده باشه و میگه حضرت ابراهیم را حاضر بسازین ده پیشگاه من ده در پیشگاه ما در دربار ما او را حاضر بسازین مناظره جالب و دیدنی نمرود و حضرت ابراهیم علیه السلام با. ای که نمرود چی تصمیم میگره با در قبال سر نوشت حضرت ابراهیم علیه السلام آیا برش کنم جزا میتوا یا نمیتوا انشالله در قسمت بعد بر شما بیان میکنیم دو اندرز بسیار مهم و بعد از او سوالات شما اولین اندرز یا اولین پندره که ما میتونیم از این قصه خود بگیریم این است که انسان باید همیشه بیندیشه فکر بکنه یعنی اگر مردم بابل فکر میکردن که با واقع این ازت حضرت ابراهیم علیه السلام درست است بود نه میشنمه نه میبین نه نم قدرت داره هیچ وقت گمراه نمیشدن مسلمانان یک تا پرستان انسانهای فهمیده همیشه باید فکر کنند، بیندیشن که این راه را که من میرم درست است یا غلط است هیچ وقت نباید گوششان به شنیدن حقیقت بسته بکنن و اندرس دیگر را که ما میتونیم بگیریم احترام به بزرگان است ببینین با وجود که اوازر به حضرت ابراهیم علیه السلام بدرفتاری کرد به شیوه بد امروش سخن گفت اما حضرت ابراهیم علیه السلام و حرمت اوازر را نشکست به امرو از او بسیار زیاد خراب گپ نزد به او گپای بد نگفت ای بود دو اندرز بسیار مهمه که ما میتونیم در کنار دیگر اندرز ها از این قصه خود بگیریم سوالات زمین داشته باشیم اول از دخترها آغاز میکنیم سوال خودت و بعد از او بعد از اتمام سوالات دخترها میریم به خیلی طرف سوالات پسران بسم الله الرحمن الرحیم با یاد نام خدا سلام عرض ادب استاد محترم و آرزیدین در تا و همچنان قصه که ما را از طریق تلویزیون جهانی آریانا تماشا میکنن سوال ما ای از استاد محترم بود که چرا عزرت ابراهیم علیه السلام بود ها را میده کرد؟ سوال بسیار زیاد زیبای از دختران فکر کنم خودت هم سوال داری سوال خودت را هم میگیریم و بعد از او به جوابش میپردازیم بسم الله الرحمن الرحیم یک سلام تقدیم میکنم به خودتان در تالار ما سوال داشتم که ابراهیم آ... ابراهیم خلیل الله چرا نرفتن اول به سوال بسیار زیبایی اول میپردازیم به سوال خودت بعد از اینکه پاسخ از دخترها تمام شد میرسیم به سوالات پسرها سوال بسیار زیبایی را پرسیدن که حضرت ابراهیم علیه السلام چرا بت‌ها را شکست یعنی بت‌ها را شکست و یک بت کلان را همون اور چرا مون بدل از اینکه میخواست به مردم نشان بده که این خدایان شما است یا زدم کردم اگر اینا قدرت می داشتن از خود دفاع می وقتی اینا قدرت دفاع از خود ندارن از شما چه قسم دفاع بکنن اگری خدا می بود چرا یکیش دست مرا نگرف و نگفت ابراهیم نکوی کار را هیچ کدام از اینهای کار را انجام دادن نتانستن خدایانشان تکه تکه شد اما هیچ کدامشان قادر نبودن که از خود دفاع بکنن به حضرت ابراهیم علیه السلام اکسال عمل نشان بودن به این خاطر که حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست که این ضعف و ناتوانی از این خدایان به مردم نشان بده که شما چی را پرستش میکنین شما یک چیز را پرستش میکنین که او هیچ قدرت نداره هیچ توان نداره به این دلیل و سوال خودت که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام به گردش نرفت به دلیل میخواست شهر خالی شوه مردم دیگر برن که کس حضرت ابراهیم علیه السلام را نبینه چون مانعش نشه نه از که از جان خود میترسید به خاطر ازی که مانع عملش کس نشه به خاطر از که گذاشت مردم از شهر برن و حضرت ابراهیم علیه السلام در شهر باشه و بعد از او مردم بیاین و ببینن که خدایان شد تکه تکه شد بدعی لازی نرفت که برو بطاره از بین ببره و خدایان دروغین از اونها رو تکه تکه بکنه که شرح هزیده ای که چطور محکم محکمه میشه ای که مناظرش با اون در بینشان چی گفای را بدل میشه را انشالله در برنامه بعدی برتون بیان میکنم میریم سر سوالات پسر یک سوال به دلیل قلت وقت ما از پسر را میداشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم سوال من ای بود که حضرت ابراهیم علیه السلام چرا خدای کلان از میدان کرد سوال بسیار زیبای حضرت ابراهیم علیه السلام تمام بت ها را حالا زد شکستان چرا بت بزرگ از اونها را غرض نگرفت کار نداشت برش بدلیل از که در برنامه بعد باز من براتون بیان میکنم که میخواست سوال بکنه از بود وقتی که مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن که ای ابراهیم آیا توی بوتها را زدی از بین بردی تکه تکه کردی گفت نه ما از بین نبردیم گفت کی کار را کرده گفت خدای کلانتانی کار را کرده که تبر را سر است و که تبر گرفته کلگی زده مردم گفتن ابراهیم تو چی میگی؟ خدای کلان خود قدر قدرت نداره که دستش بلند کنه کسر بزنه کسر از بین ببره گفت پس رو پرستشش میکنی وقتی که قدرت نداره که گپ بزنه وقتی که قدرت نداره که کس از بین ببره وقتی که قدرت نداره که به کس زندگی بده پس چرا پرستشش میکنی یک بار تمام مجلس در سکوت فرو رفت ای بود دلیل از یک حضرت ابراهیم خلیل الله نشکست بت های بت بط بزرگ هم خدای بزرگ از اونها را در برنامه بعدی ان هم خدمت شما و هم خدمت بینندگان عزیز و نازنین ادامه قصه را خدمتتون بیان میکنم یک سوال خیلی کوتاه از خودت هم می داشته باشیم و بعد از او خاتمه بسم الله الرحمن الرحیم چرا حضرت ابراهیم وقتی که به با مردم بابل گفت که بتای شما هیچ قدرت تکلم و قدرت شنیدن دعای شما را نداره چرا مردم مردم بابل امیر قبول نکردن بسیار سوال زیبایی بدل لعزی که مردم بابل مردم بسیار لجباز بودن و وسوسه های شیطان همین را بازی میداد میگفت نه ابراهیم میخواد که شما را از دین پدرانتان منحرف بسازه ابراهیم میخواد شما را راه بد ببره. ابراهیم میخواد شما را از راه درست منحرف بسازه به این دلیل بود که مردم بابل حرف حضرت ابراهیم علیه السلام را قبول نمی هر پیامبری که, که مبعوث میشه در اول میبینید که شیطان در دسیسی عزیز به این کوشش میکنه که امتش شور قبول نکنه هر پیامبر رو اول امتش تکذیب میکنه میگه که حرف تو درست نیست و این لجاجت مردم بابل بود و وسوسه های شیطان بود که نمیخواست اینا برای راه راست دایت شون نمیخواست اینها در زمره آدمی قطار نیکوکاران بیاین در قطار صالحین بیاین در جمع کسایی بیاین که خداوند را میپرسته خداوند را عبادت میکنن این بود دلیل ازی که مردم بابل هیچ وقت البته در همو زمان که حضرت ابراهیم علیه السلام برایشان گفت که ای خدایان شما نمیشنه و نمیبینه حرف حضرت ابراهیم علیه السلام را قبول نکردن ادامه از این قصه زیبای ما را در برنامه بعدی خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز بیان میکنیم سپاس از اینکه که تاییدم با برنامه ما همراه بودین برنامه امروزی ما در همین قسمت به پایان میرسه صحت و سلامت و عافیت شما را از خداوند متعال خواهان هستم تا برنامه بعد که باز ما در خدمت شما قرار می گیرم شما را به الله پاک و بی نیاز می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته